پپه یه قورباغه اسکای بزرگ جلو افتاد. جنگ شیبا با توییتر، ایلان ماسک چه میکند؟ با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به ارز دیجیتال پپه و شیبانو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگ بکنید رو حتما فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. پپه یه قورباغه اسکای بزرگ جلو افتاد. قیمت پپه یه قورباغه در هفته گذشته نزدیک به 70% افزایش یافته و به نظر می‌رسد که سود چشمگیر آن توسط نهنگ‌های رمزارزی تقویت شده است. به گفته شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین، ارزش این ارز دیجیتال تنها در 48 ساعت در روز زمانی که بیشترین تراکنش‌های نهنگا بیش از 100 هزار دلاری و بیشترین حجم را در شبکه خود در 6 هفته گذشته مشاهده کرد، 61% افزایش یافت. قیمت این میم‌کوین باعث شده است که در بحبوحی بهبود بازار ارزهای دیجیتال پپه از میم‌کوین‌های رقیب مثل دوجکوین و شیبا اینو پیشی بگیرد. ارزش بازار ارزهای دیجیتال پس از ارسال درخواست‌های قول‌های سرمایه‌گذاری دنیا برای صندوق‌های نقدی قابل معامله در بورس شروع به افزایش کرد. این مؤسسات شامل بلک راک و بعضی شرکت‌های دیگر است. علاوه بر این، بزرگترین مؤسسه بانک آلمان نیز درخواستی برای مجوز نگهداری دارایی‌های دیجیتال به سازمان نظارت مالی فدرال ناظر مالی این کشور ارسال کرده است. افزایش قیمت پپه باعث شده است که ارزش بازار این ارز دیجیتال از مرز 500 میلیون دلار فراتر رود و آن را به 64مین ارز دیجیتال بزرگ از نظر حجم بازار بالاتر از بعضی ارزهای دیجیتال تبدیل کند. ممکنه پپه از میم و شخصیت کارتونی بدنام الهام گرفته شده است و در 17 آوریل 2023 به بازار معرفی شد. بازار پپه شاهد رونق قابل توجهی بوده و اکنون بعد از دیج شدن در چندین صرافی متمرکز به صد دارایی دیجیتال برتر تبدیل شده است. پیش از این ظاهرا یک سرمایه‌گذار ارز دیجیتال توانسته با خرید در زمان مناسب سرمایه‌گذاری تنها 0.125 اتریوم در پپه را در عرض چند روز به 1 میلیون دلار تبدیل کند. جنگ شیبا با توییتر، ایلان ماسک چه میکند؟ حساب توییتر شیبا به دلیل تعامل و به‌روزرسانی مربوط به شیبا، مخصوصا نرخ توکن سوزی آن در میان جامعه کریپتو جذابیت زیادی پیدا کرده است. آخرین توییت این حساب 11 ساعت پیش بود که در آن درباره دلیل تعلیق حساب کاربری با تک کردن ایلان ماسک و مدیرعامل جدید توییتر یعنی لیندا نوشتند. پست توییتری آنها بدین صورت بود: حساب توییتر ما چند ساعت پیش به حال تعلیق درآمد و ما قویا معتقدیم که این اشتباه است. توییتر در 2 سال گذشته بدون هیچ مشکلی یا نقض قوانین پلتفرم فعال بوده است و همیشه تلاش کردیم از دستورالعمل‌های توییتر پیروی کنیم و حضور مثبتی داشته باشیم. این تعلیق غیرمنتظره موجی از گمانه‌زنی‌ها و بحث‌ها را در جامعه کریپتو به راه انداخته و در پی آن بسیار شفافیت و ثبات‌های رویه‌های تعدیل توییتر را زیر سوال می‌برند. با تک کردن حساب‌های ایلان ماسک و لیندا اکانت شیبا به دنبال جلب توجه به این وضعیت و در مخمصه گذاشتن آنها به امید حمایت و مداخله چهره‌هایی با نفوذ در فضای توییتر است. اگر از این ویدیو خوشت اومد به کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کنید رو حتما فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید و نظر انتقادی یا پیشنهادی دارید حتما در کامنت ها برامون بنویسید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.